به نام خدا و با عرض سلام، به تازه ترین رویدادهای خبری این ساعت از پیکان خوش آمدین. امروز دوشنبه 26 جوزای سال 1399 خورشیدی. در آغاز سرخط خبر. گردآوری پول صرفه برق از سوی طالبان در شمار از ولسوالی های ولایت بلخ. در ساحه که ناامن است با ما هم اجازه میترخانی و گپ خدا داده نشده، ما هم در ساحه تقریبا از مدت 8 ماه یا تقریبا 10 ماه به این طرف که میترخانی صورت نگرفته. از سرگیری فعالیت صدور ویزا برای شهروندان افغان از سوی کنسولگری ایران در بلخ. از چند هفته قبل اعلام شد که برای رانندگان، تجار و صنعتگران ویزا صادر بشه و از مسیر هوایی راننده‌ها که زمینی هست موقعی از مسیر هوایی تردد داشته باشن. و شکایت کارمندان شفاخانه کووید 19 در شهر مزار شریف مبنی بر دریافت نکردن حقوقشان. اینال ما که اینقدر خدمت کردیم، این ریسک بلند قبول کردیم، خود را مصاب ساختیم، فامیل خود را مصاب ساختیم، چرا اینال ما کشیده میشیم؟ 170 نفر تشکیل داشتیم شفاخانه کرونا، این آورده برای 70 نفر، یک فاجعه انسانی در مزار رخ میده. مشروع خبرها. پول صرفه برق سه ولسوالی ولایت بلخ از سوی طالبان جمع‌آوری می شود. رئیس شرکت برشنا در بلخ با بیان این مطلب می گوید به دلیل ناامنی ها کارمندان شرکت برشنا قادر نیستند که هزینه مصرف برق 8000 خانواده را از سه ولسوالی ولایت بلخ جمع‌آوری کنند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ از تلاش ها برای حل این مشکل خبر می دهد. طالبان در بخش‌های از ولسوالی‌های شلگره، چمتال و بلخ از مردم پول صرفی برق جمع‌آوری می‌کنند. باشندگان ولسوالی‌های ذکر شده مدعی‌اند که از مدت به این سو به مشکلات مواجه‌اند و نمی‌دانند پول صرفی به طالبان بپردازند یا به شرکت برق بلخ. یعنی دو سال در این مشکلات گرفتار هستیم. مسئله برق ماست. طالبان در ما می‌آید که بیلی برق بیتین، ولی دولت خو خیلی دولت خو با قانون با اساس بیادر میاد. یه نالی ما صاحب خود گم کردیم. همی قیمت برق را که سر مردم شهر مزار شهر بلند نموده به خاطر از اینکه در ولسوالی های ناهم کس بل برق طالبا دریافت میکنه و این را توانایی دولت نداره که رفته از اونجا کنترل کنه و پول برق از او بگیره، این را به سر شهروندان مزار شریف افزود کنن و 6.25 روپیه میگیره. امیدوار هستم دولت ما در خصوص تامین امنیت ولسوالی های دوردست جدیتر عمل بکنه. رئیس شرکت برشنا در مزار شریف میپذیرد که از 10 ماه گذشته نتوانسته اند که هزینه های مصرف برق باشندگان سه ولسوالی که شامل 10000 خانواده میشوند گردآوری کنند. به گفته رئیس شرکت برشنا، ساحات مذکور تحت حاکمیت گروه طالبان قرار دارد. در ساحه که ناامن است با ما هم اجازه میترخانی و گپ خدا داده نشده، ما هم در ساحه تقریبا از مدت 8 ماه یا تقریبا 10 ماه به این طرف که میترخانی صورت نگرفته. ساحه در ساحه بلخ هستند، در ساحه چمتال است و همچنان در طرف قریای افغانه که افغانه ترکمنیه و افغانیه هستند، در اونجا ما به این مشکل و چالش هست. در همین حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ در مورد چنین میگوید: مشکل دائمی است، باید مشکل از اینا دائمی حل شود. ممکن نیست که در هر دور میترخانی یک قوه تمام عیار به آدرس ولسوالی ها به خاطر جمع‌آوری صرفه برق بره، یا قابل قبول نخواهد بود. مسئولان در شرکت برق مزار در حال از جمع‌آوری پول صرفی برق در بخش‌های از ولایت بلخ از سوی گروه طالبان ابراز نگرانی می‌کنند که باشنده‌های ولایت بلخ از پرداختن هزینه انگفتی که گفته می‌شود هر کیلووات برق 6.25 افغانی است، بارها انتقاد کرده خواهان کاهش صرفی برق شدند. گفتنی است هم‌اکنون 1 کیلووات برق در هرات 4 افغانی، در کابل 2.25 افغانی و اما در ولایت بلخ 6.25 افغانی محاسبه می شود. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بلخ از آغاز روند صدور ویزای تجارتی برای شهروندان افغان در بلخ خبر می دهد.
این روند که به دلیل مبارزه و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا 3 ماه پیش متوقف شده بود، حالا از سر گرفته شده است. کنسول ایران در بلخ میگوید قبل از شیوع ویروس کرونا روزانه 500 الا 600 ویزه توزیع میکردند که این رقم در شرایط کرونایی به 10 الا 15 ویزه در روز رسیده است. همکارم صبغت الله توران گزارش دارد. روند صدور تدریجی ویزا برای شهروندان افغان از سوی کنسولگری ایران در بلخ آغاز شد. این روند که به دلیل مبارزه و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا متوقف شده بود، پس از نزدیک به 3 ماه دوباره آغاز شده است. کنسول ایران در بلخ میگوید حالا بازرگانان افغان می توانند جهت دریافت ویزا به نمایندگی های سیاسی این کشور در افغانستان مراجعه کنند و صدور ویزاهای صحی، آموزشی و سیاحتی نیز تا ختم ماه جاری آغاز خواهد شد. از چند هفته قبل اعلام شد که برای رانندگان، تجار و صنعتگران ویزا صادر بشه و از مسیر هوایی راننده ها که زمینی هست ما بقیه از مسیر هوایی تردد داشته باشن. ما پیشنهاد بعدی رو هم دادیم، باز به نوع مراجعه و درخواستی که مردم منطقه شمال افغانستان از ما داشتن برای تداوی، برای این کسانی که اقامت در ایران داشتن، اقامتشون مجوزشون تموم شده و همچنان اقامتشون اعتبار داره بخوان برگردن، برای کسانی که ازدواج کردن در ایران، همسر ایرانی دارن، برای دانشجویان و طلاب و عده‌ای از این دوستان دیگر رو ما پیشنهاد دادیم که برای اینها هم سهولتی در نظر گرفته بشه. سرکنسول ایران در بلخ با اشاره به دو رویداد اخیر در مرز ایران و افغانستان میگوید دست‌های بیرونی تلاش دارند برای رسیدن به اهدافشان، روابط دوستانه این دو کشور را تیره سازند. ما از صلح و ثبات در افغانستان به شدت استقبال میکنیم، چرا که نفعش خودمون میبریم. پس اون کسانی که نمیخوان صلح و ثبات شکل بگیره، خود شما بهتر میدونید، شما توی رسانه ها، توی حوادث و ریشاش دنبال کردید و رسیدید، کسانی که منافعشون به خطر میفته، کسانی که میخواستن افغانستان رو حیات خلوت خودشون بدونن یا منابع و معادن افغانستان رو به تاراج ببرن، دیگه در مشخصه که کیا هستن، شما خودتون بهتر میدونید. به هر حال این هوشیاری مردم و مسئولین اینجا رو میطلبه که با این موضوع خوب برخورد. کنسول ایران در بلخ میگوید آنان قبل از شیوع ویروس کرونا روزانه 500 الا 600 ویزه توزیع میکردند که این رقم پس از آغاز دوباره فعالیت هایشان در شرایط کرونایی به 10 الا 15 ویزه رسیده است و با پایان این ماه این روند به گونه گسترده از سر گرفته خواهد شد. کارمندان بیمارستان کووید 19 در شهر مزار شریف آنچه را عدم توجه مسئولان به پرداخت حقوق ماهانهشان و برکناری از کار بیان می‌کنند، در برابر ساختمان ریاست صحت عامه بلخ دست به اعتراض زدند. این کارمندان خواهان ادامه فعالیتشان در شفاخانه کووید 19 شهر مزار شریف هستند. با این حال رئیس صحت عامه بلخ می‌گوید به منظور بلند بردن کیفیت درمانی در این شفاخانه، تمامی کارمندان از طریق رقابت آزاد به اساس شایستگی جذب شفاخانه کووید 19 شدند. کارمندان پیشین بخش های مختلف بیمارستان درمان کووید 19 در شهر مزار شریف. اینان آنچه را عدم توجه مسئولان به پرداخت حقوق ماهانهشان و برکناری از کار بیان می کنند، در برابر ساختمان ریاست صحت عامه بلخ دست به اعتراض زدند. تمام پرسنل ما اینجا جمع شده، دادخواهی داریم از خاطر ازی که در حق ما بسیار جفا شده. اصلا ما اینو نمیخوایم. روز اولی که ما را استخدام کردن رفتیم در شفاخانه، هیچ کس حاضر نبود که بره اونجا. وقتی که شفاخانه در پای خود استاد شده، شفاخانه را فهمیدن که هیچ کدام مشکلی نداره. آل دیگه دفترها آمده تقاضا دارن که ما ایستم. اما ما اینو نمیخوایم. ما صدای خود تا مقامات های بالا میرسانیم. این پرسنل در شرایط خراب قرنطینه که بود 41 روز بدون معاشی آمدن وظیفه اجرا کردن. حالا هم فعلا معاش زیاد تا فعلا پرداخت نشده، یک مدتش پرداخت شده، فعلا یا به سرنوشت هستن تمام شد. این حال ما که اینقدر خدمت کردیم، این ریسک بلند قبول کردیم، خود را مصاب ساختیم، فامیل خود را مصاب ساختیم، چرا این حال ما کشیده میشیم؟ 170 نفر تشکیل داشتیم شفاخانه کرونا، این را آورده برای 70 نفر، یک فاجعه انسانی در مزار رخ میده.
اما رئیس صحت عامه بلخ میگوید به اساس هدایت مرکز و به منظور بلند بردن کیفیت درمانی در شفاخانه کووید 19 شهر مزار شریف تمامی کارمندان از طریق رقابت آزاد به اساس شایستگی راه یافتند و افراد معترض در پروسه رقابتی ناکام شدند. رئیس صحت عامه بلخ میگوید حقوق مدتی کارشان پرداخت گردیده است و نیز در آزمون رقابتی به این کارمندان حق اولویت داده شده بود. امتحان به صورت بسیار شفاف و همه جانبه صورت گرفته. ما در گذشته شکایات بیشتر داشتیم از پایین بودن خدمات در شفاخانه کووید 19 در سطوح مختلف و این برنامه به اساس از این گرفته شد که ما کیفیت خدمات بهبود ببخشیم و کاری که در این پروسه انجام دادیم امتحان به خاطر گرفته شده که ما هم سطح دانش و مهارت پرسنل بتونیم ارزیابی بکنیم و این یک فرصت باشه که کیفیت خدمات در شفاخانه بهبود بخشیم. رئیس صحت عامه بلخ میگوید پس از تلاش ها برای بلند بردن کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان کووید 19 شمار شفایاب شوندگان با گذشت هر روز در حال افزایش است. آمارهای صحت عامه نشان می‌دهد که شمار شفایاب شوندگان در بلخ نسبت به دو ماه قبل که 10 تن بود به 300 تن افزایش یافته است. حالا هم وقفه، ادامه خبرها پس از وقفه تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. توجه نمایید به نگاه زودگذر که همکارم مدرس با آن پرداخته است. ارگ ریاست جمهوری میگوید که با قطر به عنوان میزبان نشست آغازین مذاکرات بین الافغانی موافقت کرده است. قرار است این نشست به شکل کنفرانس برگزار شود و پس از آن هیئت مذاکره کننده دو طرف بحث روی آجنده مذاکرات را به گونه رسمی و مستقیم آغاز کنند. با وجود اعلام آمادگی های دو طرف اما تکلیف میزبان اصلی مذاکرات مستقیم روشن نیست. منابع آگاه از روند صلح میگویند که بحث روی تعیین میزبان این مذاکرات هنوز ادامه یافته و به این ترتیب زمان و مکان آن به زودی مشخص میشود. حکومت پیشتر آلمان و ازبکستان را به عنوان گزینه میزبانی در نظر داشت، اما دیدار اخیر نماینده ویژه وزیر خارجه دولت قطر با سران حکومت و اعضای دفتر سیاسی طالبان در آن کشور دوها را وارد گزینه های اصلی میزبانی مذاکرات کرده است. خلوردی 209 شاهین اعلام کرد که در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در ولسوالی قیصار فاریاب دو نیروی امنیتی و 4 طالب کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی خلوردی 209 شاهین میگوید این درگیری پس از آن شروع شد که گروه طالبان به موازی نیروهای امنیتی در روستاهای ارکلیک، ینگی پایان و بلالبیک ولسوالی قیصار حمله کردند. رضایی میگوید که در نتیجه درگیری ها 4 عضو گروه طالبان که مربوط دسته ملا ناظم بودند کشته شده و 7 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. به گفته او در این درگیری دو نیروی امنیتی نیز شهید و یک غیر نظامی دیگر زخمی شده است. و این هم یک رویداد خارجی. همزمان با کاهش موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، محدودیت های مرزی کشورهای این قاره بعد از گذشت 3 ماه از آغاز شیوع کووید 19 و مقررات قرنطینه برداشته می شود. همزمان با کاهش موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، محدودیت‌های مرزی کشورهای این قاره بعد از گذشت 3 ماه از آغاز شیوع کووید 19 و مقررات قرنطینه برداشته می‌شود. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو توصیه کرده است که از امروز دوشنبه مرزهای خود را برای کشورهای دیگر اتحادیه باز کنند. اروپا امیدوار است با باز شدن مرزها وضعیت اقتصادی کشورهایی که به شدت از همگیری کرونا آسیب دیده بهبود پیدا کند. کمیسیون اروپایی میگوید بیش از این نیاز به بستن مرزها نیست، چون کشورها تدابیر دیگر مانند مقررات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی را اعمال میکنند. با وجود این، بخش‌هایی از مرزهای اروپایی مانند مرز دو کشور اسپانیا و پرتغال به دلیل ادامه نگرانی‌ها از انتقال و شیوع دوباره ویروس همچنان بسته می‌ماند.
سویدن که از ابتدای شیوع بیماری راهکار متفاوت در پیش گرفت و محدودیت‌های اندک وضع کرده بود، اکنون از تبعیض غیر قابل توجیه کشورهای دیگر اسکاندینیایی انتقاد میکند که همچنان مرزها را برای شهروندان سوئد بسته نگه می‌دارند. سویدن از ابتدا برخلاف کشورهای دیگر منطقه راهکار مسئولیت گلایی یا جمعی را در مقابله با ویروس کرونا در پیش گرفت و محدودیت‌های سفت و سختی برقرار نکرد. این کشور نرخ ابتلا و مرگ و میر نسبتاً زیادی دارد. از سوی هم در چین نگرانی از شیوع دوباره ویروس کرونا همزمان با ثبت ده‌ها مورد جدید در شهر پکن پایتخت بالا گرفته است. 36 مورد تازه‌ای که در پکن گزارش شده است طریق انتقال محلی و نه خارجی مبتلا شدند. ثبت موارد تازه ابتلا در پکن در حال دوباره آغاز شده که این شهر بیش از 50 روز مورد تازه گزارش نکرده بود. حالا هم نرخ اسعار تقدیمتان می شود. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو واحدی پول اروپا 64 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 35 پول، هزار روپی هندی 980 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 471 افغانی. پیش بینی وضعیت هوای بلخ و بخشای از شمال. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌تر نان 29. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌تر نان 18. سرپل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌تر نان 26. میمنه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌تر نان 26. فیض‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پوینتر نان 30. طالقان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پوینتر نان 22. کندوز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پوینتر نان 26. پلخمری آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پوینتر نان 14. شبرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پوینتر نان 28. و سرانجام ایبک آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پوینتر نان 23. این بود خبرها که تقدیم شما شد. از همراهیتان سپاس و خوش خدا نگهدار.